به نام خدا سلام عرض می کنم امیدوارم که حالتون خوب باشه میخواستم همین ابتدای کار ازتون تشکر کنم بابت تماشای ویدیوهای قبلیمون و اینکه ازتون میخوام همین ابتدای کار لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید و مهمتر از اون که من همیشه تاکید میکنم اون زنگوله رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و اینکه من آیدی اینستاگرام این بالا میذارم اگر دوست داشتید فالو کنید خوشحال میشم موضوع که براتون در نظر گرفتم یکی از موضوعات مهم دنیای امروزمون هست توی روابط زمانی پیش میاد که ما وارد هیچ رابطه ای نمیشیم و تنها میمونیم و کلا از زمین و زمان گله و شکایت داریم که چه اتفاقی میفته که ما تنها هستیم چرا ما سینگل هستیم چرا با هیچ کس نمیتونیم بسازیم من توی این فیلم میخوام 6 تا دلیل خیلی مهم رو بهتون بگم که دلیل اینکه شما هنوز تنها هستی و اون عشقی که دلت میخواد داشته باشی و نداری و خودت داری ازش دور میکنی و بهت میگم اگر این 6 تا دیدی میخوام که رو خودت کار کنی و سعی کنی اینا رو یه جورایی حذف کنی یا سعی کنی خودت رو بهتر کنی که از حالت تنهایی و سینگلی در بیای و عشق واقعی زندگی تو پیدا کنی با من همراه باش شماره یک تفکر کمالگرایی هست ببینید ما زمانی که میخوایم وارد رابطه بشیم این دیگه خیلی فکر کنم شنیدید لیست داریم برای خودمون دیگه لیست چیزایی که میخوایم طرف مقابلمون داشته باشه و لیست چیزایی که نمیخوایم اون شخص داشته باشه حالا چه از لحاظ ظاهری چه از لحاظ شخصیتی چه از لحاظ اجتماعی و هر چیزی که فکرشو بکنیم زمانی که ما بخوایم با این لیست جلو بریم به هیچ جا نمیرسیم چون هیچ آدمی تو دنیا نیست که لیست ما رو کامل داشته باشه مثلا ما یه سری ویژگی ها میخوایم تو طرف مقابل به عنوان مثال خوشگل باشه پولدار باشه نمیدونم با اخلاق باشه خانواده دوست باشه همه رو با هم میخوایم در صورتی که همچین آدمی تو دنیا پیدا نمیشه از طرفی مگه ما خودمون کامل هستیم که همچین شخصی رو میخوایم این دقیقا یکی از مهمترین مواردی که باعث میشه ما هیچ کس رو نتونیم داشته باشیم یه نفرم که میاد تو زندگیمون شروع میکنیم اون اخلاق بدر میبینیم همونو بلدش میکنیم بزرگش میکنیم باعث میشیم که یا خودش بذاره بره یا ما بیخیال میشیم بعد ناراحتیم که چرا تنهاییم چرا چون همش دنبال اینیم یکی رو پیدا کنیم کامل باشه فوق العاده باشه عالی باشه که اگر بخواید دنبال این همچین شخصی بگردید یه خبر براتون دارم همچین شخصی عمرن وجود نداره شماره دو این که ما میگیم آدم های خوب وجود ندارن ببین آدم های خوب وجود دارن شاید حالا هنوز توی مسیر ما قرار نگرفتن بعد تعریف ما از آدم خوب چیه شاید آدمی که ما فکر میکنیم خوب نیست برای ما برای نفر دیگه خوب باشه پس تعریف ما از خوب بودن اینجا فرق داره و از طرفی اگر با این تفکر بریم جلو که هیچ آدم خوبی وجود نداره مطمئنا بقیه زندگیمون هم همینجوری پیش میره که همه آدما بدن پس اگر همه آدما بدن ما هم بدیم ما هم ایراداتی داریم اما نباید اینجوری نگاه کنیم باید با دید مثبت بقیه نگاه کنیم و اینکه بهشون یه شانسی رو بدیم ببینید شانس دادن خیلی مهمه منظورم از شانس اون یک ماه اولیه است که به هر حال اصلا شما اون طرف رو یه جورایی یه سری اخلاقاش دستت بیاد نه اینکه اصلا نخوای هیچ گونه ارتباط و کانکشنی با کسی بگیری چرا چون میگه هیچ آدم خوبی دیگه وجود نداره مثلا یکی خانومی ها میگه همه مردا بدن یا یه که میگه همه خانوما بدن در صورتی که اینطور نیست هم آدم خوب وجود داره هم آدم بد باز هم گفتم باید این فرصت ها رو بدیم که ببینیم اصلا اون شخص اون چیزایی که ما میخوایم داره یا نه آدم خوبی هست یا نه وقتی فرصت ندیم چطور میتونیم تو نگاه اول بفهمیم اون شخص خوبه یا بده شماره سه میگیم که هیچ کس دیگه رابطه جدی نمیخواد هیچ کس دیگه نمیخواد متعهد باشه هیچ کس دیگه نمیخواد توی رابطه هدفدار باشه همه مثلا الان میگیم آره همه با چند نفرن نه هم همه دوست دارن تفریحاتشون رو داشته باشن هیچ کس دیگه حاضر نیست توی رابطه متعهدانه باشه در که این حرفیه که هم فضای مجازی داره با ما القا میکنه هم خودمون داریم هی اینا اینو هی تکرار میکنیم تکرار میکنیم و به این باور میرسیم که آقا هیچ کس رابطه جدی نمیخواد هیچ کس دیگه نمیتونه متعهد باشه مثلا من میبینم کسایی رو که دو دورشون دوستایی دارن که حالا یا سینگلن یا جدا شدن یا به هر دلیلی نمیتونن با یه نفر باشن خب وقتی دوستاتون اینا هستن مطمئنا رو شما تاثیر میذاره که به این باور برسی که دیگه هیچ کس نمیتونه متعهد باشه نه مرد خوب داریم نه خانم خوب که بتونن متعهدانه کنار شریکشون باشن اگر با این تفکر بریم جلو که هیچ کسی نمیخواد متعهد باشه مطمئن باشید به جایی نمیرسیم همین الان هستن کسایی که چه ازدواج کردن چه مثلا با هم توی ارتباط جدی هستن و خیلی هم با هم خوبن و به همدیگه تعهد کامل دارن ما میتونیم اونا رو الگو قرار بدیم و بدونیم که همچین آدمایی برای ما هم هستن شماره چهار چیزی هست که من خیلی جدیدن دارم میشنوم و خیلی جدیدن توی حالا فضای مجازی و جاهای دیگه میبینم که میگن میگن من همینم که هستم میخوای بخوای میخوای نخوای مثلا میگن منو باید تو بدترین حالتم بخوای من تغییر نمیکنم ببین این دقیقا بزرگترین اشتباه شماست وقتی شما بگی من همینی هم که هستم اون شخصم میگه منم هم همینی هم که هستم کلا ارتباطی برات شکل نمیگیره همیشه هم همینجوری تنها میمونی بعد ناراحتی که آقا من چرا تنها خب معلومه چرا تنهایی چون نمیخوای تغییر کنی ببینید یه سری رفتارهای بد ما داریم که باید اونها رو تغییر بدیم این رفتارهای بد حالا هر چیزی که هست و خودمون فکر میکنیم که جنس مخالف رو از ما دور میکنه یا کلا های دورمون رو از ما دور میکنه باید تغییرش بدیم نمیتونیم بگیم ما همینی هم که هستیم من باید تو بدترین حالتم بخوای من اگر خیلی هم ناراحت و عصبی بودم تو کل طول مثلا سی روز من اگر سی هم ناراحت و عصبی بودم تو باید منو بخوای اگه واقعا منو دوست داشته باشی باید اخلاقای بعد منم بخوای چرا باید طرف مقابل همچین رفتاری رو تحمل کنه درسته شما مثلا میگیم آقا یه هفته در ماه به عنوان مثال حالت خوب نیست آقا باید تحمل کنه طرف حالا اون دیگه بستگی به شرایط داره اما اینکه میگیم من همینم همیشه همینم میخوای بخوای میخوای نخوای این دقیقا همینجوری میشه که اون طرف نمیخواد بعد ناراحتی از زمین و زمان گله و شکایت داری که چرا من تنهام خب باید یه سری تغییراتو رو برای خودت داشته باشی اگر رفتاری داری که احساس میکنی زننده هست و خودت هم اون اخلاق دوست نداری سعی کن بهتر کنی خودت و سعی کن اون رفتار رو تغییر بدی شماره پنج زمانی هست که ما تازه از یه رابطه جدا شدیم و رابطه همون تمام شده از یه رابطه بیرون اومد میگیم که من دیگه هیچ کس رو مثل اون نمیتونم دوست داشته باشم هیچ فردی دیگه مثل اون نیست اون برای من بهترین بود اینا طبیعیه ببین این تا یه مدت طبیعیه اما نباید با این طرز فکر بری جلو ادامه زندگی تو که دیگه هیچ کس مثل اون نیست و نمیخوای با هیچ کس آشنا باشی و به هیچ کس فرصت ندی نه بعد از اینکه یه تایمی از رابطه قبلیت گذشت و به هر حال اون فاصله زمانی که نیاز هست گذشت سعی کن به آدم های جدید فرصت بدی دقیقا مطمئن باش بعدها اون نفر جدید رو میگی که من هیچ کس مثل این برام نیست اون رابطه هم اگر خدای نکرده تمام شد بعدا باز با یکی آشنا بشی بعد از مدت ها میگی ا اینم که برای من خوب بود چرا چون همینه زندگی همینه ما فکر میکنیم همین چیزی که الان داریم همین فردی که با ما هست الان بهترین اتفاق بوده اما دقیقا کلی آدم خوب دیگه هستن که ما میتونیم باهاشون ارتباط بگیریم و میتونیم باهاشون یک رابطه هدفدار و جدی طولانی مدت داشته باشیم به خاطر همین این طرز فکر که اون شخص بهترین بود اون شخص برای من دیگه به قول خودمون بوت بود و بذارید کنار و به آدم ها فرصت بده شماره شیش این که ما فکر میکنیم به وجود آوردن یه رابطه خوب به وجود آوردنش راحته نه هر چیزی تو این زندگی یه بهایی داره باید براش تلاش کرد به عنوان مثلا شما یه هدفی داری تو زندگی خب سخت تلاش میکنه دیگه براش سخت تلاش میکنه که به اون هدف برسی رابطه خوبم ساختنیه از آسمون نمیاد بر ما هیچ آدمی هم نیست که آقا بگه من میخوام بیام وارد رابطه, وارد رابطه بشم و اینم یه رابطه خوبی که تو میخواستی هیچ کس اینجور نیست رابطه خوب ساختنیه دو طرف باید سعی کنن اون رابطه رو بسازن و زمان بدن ببین مهمترین چیز همین زمان است زمان که بدی یک نفر رو یه مدت که بهش زمان بدی به اون رابطه یه مدت که زمان بدی میبینی چقدر رابطه خوبی بوده البته البته پرانتز اینجا باز کنم که باز هم دارم میگم برید فیلم های منو که در مورد ابتدای آشنایی هست ببینید نمیخوام این زمان رو برای آدمی که از اولم معلوم بوده گزینه گزینه مناسب شما نیست وقتتون رو براش هدر دادین به خاطر همین آدم در مورد آدم صحبت میکنم که پتانسیل به وجود آوردن یه رابطه خوبو هستن همچین آدمی رو باید زمان داد مطمئن باشید بعد از این مدت که زمان بدی میبینی که هم اون احساسش به تو قوی تر شده هم تو به چقدر رابطه قشنگی داری در آخرم میخواستم بازم بهتون بگم که ما باید سعی کنیم این شیش مورد رو توی خودمون بیایم همین الان نگاه کنیم ببینیم آیا واقعا این شش مورد دلیل این هست که ما الان تنهاییم مثلا آیا کمالگراییم آیا فکر میکنیم هیچ آدم خوبی وجود نداره و هر چیزی که هست اگر اینجوری هست سعی کنیم رو خودمون کار کنیم و فکر نکنیم که خودمون بهترینیم خودمون عالی ترین فرد دنیاییم خودمون بی‌نقصیم خودمون هیچ ایرادی نداریم اگر اینطوری فکر کنیم مطمئن باشید به جایی نمیرسیم باید ببینیم باید اینجوری به قضیه نگاه کنیم که ما هم سرشار از ایراد هستیم و آدمی که با ما میاد وارد رابطه میشه مسلما ایراداتی داره اما باید ببینیم اون ایرادات بعد و اولا ما میتونیم تحمل کنیم دوما ایرادات خوبش رو دوست داریم یا یعنی نه اگر اینطوری بود دیگه نباید وسواس به خرج بدیم و رابطه رو که میتونیم داشت داشته باشیم و عقب بندازیم در آخر میخوام شما هم نظرتون رو برام بنویسید و اینکه طبق و معمول ازتون میخوام که همین الان کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که هر وقت براتون ویدیو آپلود میکنیم نوتیفیکیشنش براتون بیاد و اینکه باز هم دارم میگم لایک و کامنتی هایتون نره مواظب خودتون باشین دوستتون دارم خدا نگهدار